اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. چه مسلمونیه که خون انسان ها رو حلال رو بده نامش رو سرش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلام و کلن درست دین برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردنه که علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه های خراب ما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده، در خدمتون هستیم با کافه نور. به کافه نور امشب خوش اومدید. منم سلام دارم خدمت شما دوستای عزیز و گرامی. خیلی خوش اومدید به کافه نور این هفته. ببخشید من به خاطر کسالتی که دارم یکم صدام گرفته، اما خب تا حد امکان امیدوارم که بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. امشب هم قرار بود، یعنی این هفته، موضوعی رو که هفته قبل در موردش حرف زدیم، در مورد انگیزه و انگیزه مثبت حرف زدیم و به شما عزیزان قول دادیم که این هفته در مورد انگیزه منفی حرف بزنیم، اما خب با توجه به وقایعی که پیش اومد به هر حال مجبوریم موضوع رو به موضوع دیگه‌ای تغییر بدیم که خب بی ارتباط هم نیست به انگیزه منفی. چه چیزهایی باعث میشه یک انسان معمولی، چه انگیزه هایی باعث میشه که یک انسان معمولی ساده تبدیل بشه به یک تروریست خونخوار، تبدیل بشه به یک طاغوت، تبدیل بشه به فردی که کشتن آدم ها براش مثل آب خوردن باشه، تبدیل بشه به انسانی که هزاران هزار کودک رو با بمب های بشکه‌ای بکشه و اصلا براش مهم نباشه، تبدیل بشه به کسی که جولان بده در کشورهای اسلامی برای اینکه فتنه ای رو درست کنه، ادعای این رو داشته باشه که ما میخوایم قدس رو فتح کنیم، اما تنها جایی که بهش کاری نداشته و جرأت نداشته اصلا نزدیکهاش هم رد بشه اسرائیل بوده، اما در تمام کشورهای اسلامی با تشکیل هسته ها، با تشکیل گروه ها و شبه نظامیان سعی کرده این کشورها رو به آشوب بکشه. فکر کنم برای شما مشخص باشه ما در مورد کی حرف میزنیم، در مورد به هلاکت رسیدن یک تروریست بین المللی قاسم سلیمانی. با ما باشید با جزئیات بیشتری در مورد به هلاکت رسیدن تروریست قاسم سلیمانی. من همین ابتدای برنامه ویدیو میذارم تو صفحه اینستاگرام، شما میتونید برید اونجا کامنت کنید، کامنت های شما در واقع در پاسخ به سوال امروز برنامه توی ادامه برنامه خونده میشه و باعث خوشحالی ماه که کامنت های شما رو بدون پرده و بدون سانسور تمام اونها رو موافق یا مخالف براتون بخونیم، همطور که نظرات شما رو چه موافق و چه مخالف از طریق تلویزیون پخش میکنیم. کاک حسن دوستای عزیز و گرامی، از کافه نور با شما هستیم و موضوع امشب ما در مورد به هلاکت رسیدن یک تروریست بین المللی قاسم سلیمانیه. شما با شنیدن این خبر چه احساسی بهتون دست داد و اصلا چی در مورد کارها و جنایتهای قاسم سلیمانی میدونید؟ زیر این پست نظر خودتون رو بنویسید. یکی از اصلی ترین شخصیت‌های بوده قاسم سلیمانی که جمهوری اسلامی تلاش کرده ازش یک قهرمان ملی بسازه، در حالی که اگر بخوایم خدمات ملی قاسم سلیمانی رو بنویسیم یا حتی سپاه قدس رو لیست بکنیم، نمیتونیم لیستی از خدمات ملی اونها بنویسیم. اگر ما موافق هستید بنویسید چرا، کامنت کنید. اگر مخالف هستید باز بنویسید چرا. کامنت‌های شما تو خونده میشه. خب میتونید از طریق شماره تماس ها و شماره واتساپ هم با ما در ارتباط باشید و خیلی راحت نظر خودتون رو موافق یا مخالف در مورد موضوع برنامه بگید برای ما و بیاید دفاع کنید، بیاید رد کنید و به هر حال این یک رسانه آزاده، برخلاف رسانه های جمهوری اسلامی ایران. این ماییم که صدای موافق و مخالف را به گوش همگان میرسانیم و این افتخاریه برای شبکه‌های توحیدی، اما خب متاسفانه ما هیچگاه در شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران حتی در برنامه کودک هم اینا نمیذارن تماس مستقیم داشته باشن و حتما فیلترها و کنترل‌هایی رو دارن، اما این افتخار به هر حال برای شبکه‌های اهل توحیدیه که موافقین و مخالفین میان و نظرات خودشون رو در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه‌های مختلف مطرح میشه میان آزادانه حرف میزنن. پس با ما باشید با قاسم سلیمانی. من همون ابتدا در مورد تعریف تروریست، وقتی ما میگیم تروریست چیه، بگیم که
اصلا در مفهوم بین المللی به چه کسی تروریست گفته میشه؟ اولا اینکه تروریسمی که الان ما داریم در مورد صحبت میکنیم بیشتر تروریسم دولتیه، تروریسمی که مرتبط هست با یک حکومت، با یک دولت، به این معنا که وقتی که مثلا ایالات متحده و بعد از اون اتحادیه اروپا در واقع پشت سر امریکا اومدن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گذاشتن توی لیست تروریست ها، گروه های تروریستی. خب خیلی از کشورها اومدن جلوی این قضیه وایسادن به خاطر اینکه شما یک تروریست، یک سیستم تروریستی دولتی رو اومدی به صورت رسمی تبدیلش کردی به، گذاشتیش توی لیست تروریست های گروه های تروریستی غیر دولتی، چون تمام گروه های تروریستی دیگه غیر از سپاه پاسداران توی اون لیست غیر دولتی هستن، یعنی مرتبط با یک دولت خاص نیستن غیر از سپاه پاسداران. برای مثال اگر القاعده وجود داره، القاعده مرتبط به پاکستان یا مرتبط به افغانستان یا مرتبط به یک کشور خاص نیست، یک سیستم تروریستی، یک گروه جدا برای خودش، مرتبط با دولتی نیست. اگر داعش همینطور به همین است، اگر حزب الله یک گروه مرتبط با حکومت لبنان نیست، یک گروه تروریستی برای خودش. اگر هشت شعبی، دقیقاً هشت شعبی در واقع برگرفته شده از بعد از این بوده که سپاه پاسداران رو گذاشتن توی لیست تروریستی، اما برگرفته شده از همون فکر سپاه پاسداران هست که نزدیکش بکنن به دولت عراق. اما این تروریست از کجا اومده؟ اولین کسی که از واژه تروریست استفاده کرده چه کسی بوده؟ این موضوع اول برنامه امروزمونه. فقط کافیه به این واژه تروریسم، اینکه از کجا اومده، بپردازیم. اولین جایی که تروریسم ازش نام برده شد در فرانسه بود. گروه های مخالف نظم و امنیت جامعه که باعث از بین بردن نظم و امنیت توی جامعه می شدن با این لفظ، لفظ تروریسم شناخته شدن و از اونجا این واژه شروع شد. از کجا میتونه یک انسان بدور از باورهای ایدئولوژیک خودش تشخیص بده که یه گروه تروریستی هست یا نه؟ خب ماهد، بحث اینکه گروه تروریستی یا تروریستی نیست میتونه معیارهای مختلف و متفاوتی داشته باشه، یعنی حتی خود سازمانهای بین المللی و فعالانی که در این زمینه هستن تا حالا نتونستن یک تعریف واحدی ارائه بدن که بگن هر کسی طبق این چارچوب بود این تروریسته. حتی سازمان ملل هم بله نتونسته، چون با توجه به سیاست‌های کشورها، با توجه به اینکه الان مثلا در فرض کنیم با توجه به ارتباطاتی که بین اروپا و ایران در بحث مسائل اقتصادی هست، شاید نرمش خیلی عجیبی از اروپا ما در این سالهای اخیر نسبت به ایران شاهدش بودیم و خب این باعث میشه تأثیر بذاره بر اتحادیه اروپا، بر کشورهای اروپایی و یا حتی کشورهای دیگه هم، رابطی که با ایران دارن، مثلا چین، روسیه یا جاهای مختلفی که به هر حال رابطه تنگاتنگ با ایران دارن یا کشورهای دیگه، فرقی نمیکنه. این تاثیرگذاره در اینکه ما بخوایم یک تعریف واحد از تروریست یا تروریسم ارائه بدیم. برای همین در هر کشوری و در هر منطقه‌ای و حتی در هر قاره‌ای میتونه تروریست معنی‌های مختلفی داشته باشه و میتونه مثلا فرض کنیم اگر یک فرد منتسب به اهل سنت در یک کشور اروپایی بیاد عکس ابوبکر بغدادی رو روی پروفایل خودش در واتساپ یا فیسبوک بذاره، فوراً این شخص متهم میشه که این طرفدار تروریسمه و باید بازداشت بشه و به هر حال مورد پیگرد قرار بگیره که آیا این ارتباط داره یا هوا داره یا میخواد عملیات انجام بده. تمام اینا باید سریع اقدام بشه. اما اگر یک فرد منتسب به شیعه بیاد، فرض کنیم گروه حزب الله یا هشت شعبی، گروهایی که خود امریکا و مجامع بین المللی اونا رو به عنوان تروریسم شناختن، بیاد عکس مثلا یکی از رهبرانشون یا پرچمشون رو روی پروفایلش قرار بده، میبینیم کشورهای اروپایی نسبت به این شخصی که منتسب به شیعه است واکنشی نشون نمیده، اونا رو بازداشت نمیکنن، اما برای اهل سنت این کار رو میکنن. من میگم منتسب به شیعه و منتسب به اهل سنت، چون به هر حال در بین هر دو گروه انسان‌های 100% اهل عقیده و توحید و یکتاپرستی وجود دارن، پس به همین خاطر من واژه منتسب به شیعه و منتسب به سنی رو به کار میبرم. و این نشون میده که در اروپا
یک برخورد دوگانه با قضیه تروریسم هست. اگر منتسب به اهل سنت باشه شدیدترین برخورد باهاش میشه، اما اگر منتسب به شیعه باشه و جمهوری اسلامی ایران یا ایادی جمهوری اسلامی ایران باشه اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. طرف تو کشورهای اروپایی نشسته، رسما داره از حزب الله دفاع میکنه، پرچم حزب الله رو بالا میبره. همین دیشب تو کانادا اومده بودن دفاع کرده بودن، راهپیمایی کرده بودن، حمایت کرده بودن از قاسم سلیمانی، شخصی که به هر حال در مجامع بین المللی به عنوان یک شخص تروریست شناخته شده، رهبر یک گروه تروریستی شناخته شده، اما میبینیم برخوردی با اینا نمیشه. اینا رو به عنوان دلیل ذکر کردم که تفاوت هست در بین کشورهای اروپایی و جاهای مختلف در مورد قضیه تروریسم. احتمال داره این شخص تروریست مسیحی باشه، اما اون برخوردی که با مسلمان میشه با مسیحی نشه، جریانات راستگرا و به هر حال بحث مفصلیه. نتیجه گیریش این میشه که ما نمیتونیم یک قاعده، یک فرمول، یک چارچوب یعنی واحدی بدیم که بگیم طبق این قاعده، طبق این چارچوب هر کسی این کار رو کرد این میشه تروریست. اما از نظر معنا و مفهوم به هر گروهی که سعی در ایجاد رعب و وحشت در دل بقیه با کارهایی که انجام میده داره بهش میگن تروریست. درست. اون چیزی که باعث وحشت افکنی میشه، هراس افکنی میشه، باعث ارعابگری توی جامعه میشه. به خاطر همین بسیاری از گروه ها از جمله دولت ها گروه هایی را دارند، یعنی نیابتی یا منتسب به خودشون، به خصوص ایدئولوژیک ها، مثلا گروه های چپ، گروه های کمونیستی، گروه های دینی ایدئولوژیک حتی، که باعث که از این ابزار استفاده کردن، از ابزار وحشت افکنی در میون دلهای دیگران. حالا این قضیه ارهاب یا وحشت افکنی در دلهای بقیه یه جانب مثبت داره، یه جانب منفی داره. بله. یعنی اگر بخوایم از جانب مثبتش به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که در دنیا شما نمیتونید زندگی کنید در حالی که دشمنی نداشته باشید. یعنی بالاخره اگر شما هیچ دشمنی نداشته باشید، با هیچ کس کار نداشته باشید، این وحشت اینکه کسی به شما ضربه بزنه در قلب دشمنانتون نباشه به شما ضربه میزنه. پس مجبور هستید برای، یعنی مجبور هستند گروه ها برای اینکه استفاده بکنن از این موقعیت و اجازه ندن کسی بهشون ضربه بزنه، وحشت افکنی بکنن در دل دشمنان خودشون. این کار همه انجام میدن، با تهدید، با رسانه، با مدیا، با رجزخونی، گاهی اوقات از نظر نظامی با استفاده از مانورهای متفاوت. بسیاری از مانورهایی که اتفاق میفته برای نمیدونم کاربرد اینکه ابزارالات جدید خودشون رو، جنگی جدید خودشون رو امتحان بکنن نیست، بلکه اینکه بگن ما چقدر قدرت داریم و بفهمید از ما بترسید که ما حمله کنید. اما از طرف دیگه اگر این ارهاب، این وحشت افکنی تبدیل بشه به کشتن، به جنایت، به قتل، به آدم کشی، به نسل کشی و همچنین به کارهایی مثل عملیات چریکی مسلحانه بر ضد گروهایی که نمیخوان با شما بجنگن، به کشتار جمعی، به شکنجه یا به کودتا، اینجوری که در واقع بعضی از نظریه پردازان در مورد تروریسم میگن، این شما را تبدیل میکنه به یه گروه تروریسم خشن. حالا میخواد دولتی باشه، میخواد غیر دولتی باشه. پس نظر من اینه، اون سوالی که از کاکستان پرسیدم، نظر من اینه، اینه که یک نفر، یک ایدئولوژی، یک گروه یا هر کس دیگری وحشت بیاندازه در دل دیگران به خاطر اینکه دیگران بهش حمله نکنن، این است، این حق طبیعیشه که همین کار رو انجام میدن. نشون میدن ما چقدر فلان چیز داریم، آمار نمیدونم سربازامون چقدر، چقدر فعال، چقدر آماده و چقدر تانک داریم، چقدر جنگنده داریم، چقدر کشتی داریم، چقدر ناو داریم، چقدر زیردریایی داریم، چقدر اسلحه داریم، تمام اینها رو برای که در واقع وحشت بندازن. اما زمانی که مردم سوریه میان قیام میکنن در مقابل یک دیکتاتور به اسم بشار اسد، یک نفر، یک گروه از ایران بلند میشه میره اونجا و این همکاری بین بشار اسد و این حامی اولش که سپاه قدس باشه سبب میشه تا همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم 511,000 نفر مینیمم به وسیله تحقیقات دیدبان حقوق بشر انسان غیر نظامی، تأکید میکنم غیر نظامی، کشته شده باشن.
این دیگه وحشت افکنی نیست، این انسان کشیه. نیم میلیون، بیش از نیم میلیون آدم رو کشتن، این برای وحشت افکنی نیست، برای اینه که این دیکتاتور رو هر جور شده میخوایم بر مسند قدرت خودش نگه بداریم، حتی ولو اگر شده با بمباران شیمیایی. یک بار حکومت جمهوری اسلامی سپاه قدس نیومدن و محکوم بکنن اقدامات جنایتکارانه حامی خودشون رو یا اون کسی که ازش دارن حمایت میکنن به عنوان بشار اسد، و این دیگه از به راحتی میتونیم بفهمیم که داره میگذره از دایره، خارج میشه از دایره در واقع ترس انداختن و وارد دایره تروریسم میشه. تمام مواردی که ذکر کردیم واحد، یعنی شما بیاید اینا رو در عمر 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ببینید، ببینید آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران این کارا رو کرده یا نه، این وحشت افکنی رو. آقا کاری به کشورهای دیگه هم نداریم، حالا مشخصه دیگه، کسی که نمیتونه انکار کنه حضور ایران در سوریه، حضور ایران در عراق، در همین امروز خبر یکی از کشته شدن یکی از فرماندهان ایرانی تو یمن اومده. خب حضور اینا هیچ، یعنی حضور ایران در این کشورها کسی نمیتونه اینو انکار کنه. اما در مورد خود مردم ایران، یعنی در این 40 سال ببینید چقدر وحشت آفرینی کردن در بین خود مردم، چقدر اعدام کردن، چقدر مردم رو سر به نیست کردن، چقدر، یعنی تا این حد حکومت ظالم و جنایتکار باشه که نذاره مراسم 40 یک فردی که در به حال تظاهرات و اعتراضات آبان ماه کشته شد بیان مراسم 40 بگیرن. یعنی تا این حد. خب این اگر این دیکتاتوریت نیست، اگر این ظلم نیست، پس چیه؟ خب تمام این صفات رو ما در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون استثناء داریم. آقا محمد اولین تماسمون، بفرمایید. خواهش میکنم، خوش اومدید، بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و مجریان شبکه نور و بیننده ها. علیکم سلام، بفرمایید. شخصی حالا ترور شده یا به قول بعضی ها از میان برداشته شده، خیلی ها در موردش صحبت کردن، اکثر رسانه های دنیا به این اتفاق واکنش نشون دادن، اکثر سران کشورهای دنیا به این اتفاق واکنش نشون دادن، ولی خب متاسفانه ما هنوز که هنوز شاهد سکوت آقای رضا پهلوی هستیم. من به عنوان یک شخصی که در اعتراضات آبان ماه به خیابون اومدم با حمایت ایشون، ولی خب الان هم توقع آقا محمد عزیز بذارید من جلوی شما رو بگیرم. شما با حالا شاید شخص شما به دعوت آقای پهلوی به خیابان ها اومدید، اما اکثریت مردم اینجوری نبودن و نباید مسیر اعتراضات مردمی رو منحرف کرد و اون رو منتسب کرد به گروه یا حزب یا جریان خاصی. و خیلی راحت شما به جای اینکه به شبکه جهانی نور زنگ بزنید، ایشون صفحه فیسبوک دارن، میتونید خیلی راحت یک پیام، یک کامنت براش بنویسید و قضیه رو با ایشون مطرح کنید. اگر در مورد اصل برنامه و موضوع ما مطلبی دارید بفرمایید. من صحبتم در مورد همین ترور قاسم سلیمانیه. بفرمایید. ببینید اگر آقای پهلوی خوشحال هستن از ترورشون، آقای پومپئو یک ابراز خوشحالی بکنن. واقعا جرأت این کار رو نمیده. خب اگرم که ایشون ناراحت هستن از این ترور، پس ایشون موازی هستن با اعتقادات سپاه پاسداران و موازی هستن با افکار آخوندها. چرا برای شما مهمه ای که آقای پهلوی چطور، چرا زنگ زده توی برنامه رسانه‌های توحیدی و در مورد اینکه پسر شاه چه چیزی میخواد یا اینکه با موافق با چه ایدئولوژی هست و چرا داره سکوت میکنه، چرا سکوت نمیکنه، چرا برای شما مهمه؟ اگر شما پیرو ایشون هستید و به نظرتون کارشون اشتباهه، پس لیدرتون رو عوض کنید. اگر پیروشون نیستید دیگه کاری نداشته باشید که نظر اعتقاد ایشون اینه که موافق هستن با ترور قاسم سلیمانی یا مخالف هستن. تشکر میکنم ازتون. بیننده بعدی رو بس میکنم. کار کسن آقا سهیل عزیز بفرمایید. الو بفرمایید آقا سهیل. وقت شما بخیر آقای موحد عزیز و کار کسن عزیز. وقت شما بخیر، بفرمایید. من موضوع برنامه‌تون رو که دیدم، تروریست با طعم قاسم سلیمانی، موضوع جالبیه به نوع خودش.
و حالا جدای از این که این شخص کی بوده و مثلا حالا درست عمل کرده اشتباه کرده، قصد به ترور اتفاق افتاده، چون برای ترور تعریفی داره که دنیا غالب می گنجه. کار ندارم به این هم آقای موحد هستید. خب نگاه کنید آقا سهیل عزیز، بر حال در جواب این سوال شما مقامات امریکایی میگن این حرکت ما یک حرکت دفاعی بود، قاسم سلیمانی اومده بود، به حال ایادیش روی دیوار نوشته بودن، روی دیوار سفارت به سفارت حمله کرده بودن و قاسم سلیمانی و ابو مهندس المهدی اومده بودن که و میخواستن برنامه‌ریزی کنن که به سفارت امریکا حمله کنن و اونا، این حرف اوناست، اونا این حرکت رو یک حرکت تدافعی میدونن. بله بله، میدونید من الان کلا در خدمت سیاسی نیستم، این موضوع مهمتری رو در میون بگذارم و در مورد اینکه شما فرمودید صورت انشالله توضیحات بیشتری میدید. موضوع مهمتر اینه که ما الان درگیر یک مورد پرستی بعدی هستیم تو جامعه آقای کاکستان. بله بله، ایشون حالا به تعبیر خیلی از اینا شهید شده، به تعبیر بنده کشته شده، به تعبیر مهم نیست. بله. مهم اینه که اینا مورد پرستی میکنن، مهم اینه که اینا گرفتن سر دست و به هر حال مردم رو سر کار گذاشتن. بله. آقای کاکستان ببینید، از مردم که بعید نیست در حال تحت تاثیر قرار گیرن، اما چهره های معروف مثلا پرویز پرستی، مثلا مهران مدیری، مثلا گلزار، خب اینا چرا میان به این مورد پرستی دامن میزنن؟ و حتی خب اینستاگرام تون حرکت خیلی خوبش به نظر من حرف داشت که پیج آقای پرستی رو ببنده. خب آقای پرستی شما چرا نبست پیج آقای پرستی رو اینستاگرام؟ نه اونشون رو حذف کردن. بله پستشون رو حذف کردن. متشکرم. نظرشون رو دادن آقای پرستوی. همینطور که شما میگید، آره یه دو تا جنبه داره. یه جنبه شو که شما درست میفرمایید این که مورد پرستی در بطن در وجود داره، متاسفانه در بطن حالا نمیتونیم بگیم حتما همه جامعه، اما چیزی که به نظر میاد داره تلاش میکنه حکومت براش وجود داره. اینی که ما ببینیم یک نفر عکسش رو میزنن و مردم چفیه میکشن، دستمال میکشن به صورت خودش میذارن، اصلا کلا یه مبحث جدا از موضوع امروزمونه. و اگر هر کس دیگه ای کشته بشه و عکسش رو اینقدر بزرگ بزنن در موردش خوب بگن، خیلی از مردم این کار رو انجام میدن. در مورد اینکه یه عده دیگه مثل آقای پرستو یا مثل بعضی دیگر از سلبریتی ها اومدن این کار رو انجام دادن، یعنی دفاع کردن از آقای قاسم سلیمانی، من میگم تو کشوری که آزادی وجود نداره، یعنی مردم نمیتونن راحت حرف خودشون رو بزنن، تو کشوری که یک خبرنگار وقتی میاد به جای واژه شهادت قاسم سلیمانی واژه به قتل رسیدن یا ترور قاسم سلیمانی رو استفاده میکنه، توی خبرنگار خبر آنلاین بودنشون، ایشون رو پیگرد تحت پیگرد قرار میدن، بازداشت میکنن، پرسجو میکنن ازشون چرا این کارو کردی، فعلا ممنوع کاره، فقط به خاطر اینکه نگفته شهادت. یعنی این توی این جامعه هیچ کسی نمیتونه حرف واقعی، خب توی این وضعیت فقط اون دو سه نفری بولد میشن که دارن طرفدار اون ایدئولوژی نظام میتونن حرف بزنن، یه توانایی بیان سازش دارن. مثلا ارجنگ امیر فضلی ویدیویی که دادن مشخص بود نظرشون چی، حالا پخش میکنیم در ادامه برنامه، نمیتونن ایشان نمیتونن حرفشون واقعیتشون که نمیتونن درست خیلی ها نمیتونن نظرشون اکثریت میدن. نمیتونن اکثریت نمیتونن به خاطر همین اکثریت سلبریتی های کشور ما در مورد مسائل اجتماعیات سیاسی یا سکوت میکنن یا اینکه فقط اون اگر موافق با حاکمیت باشه در موردش صحبت میکنن، یا اگر مخالفتی داشته باشن مثلا با قوه مجریه، با روحانی که الان دیگه زدنش ثواب داره مغضوبون علیهم هست، یا نمیدونم احمدی نژاد بعد از اینکه رفت خاتمی رو زدن، با اینا میتونن. در مورد مطلبی که آقا سهیل فرمودن، بحث مرده پرستی، اتفاقا همین امروز تو شهر رضای اصفهان 4 نفر رو بازداشت کردن. به چه اتهامی؟ توهین به مقام، دقیقاً توهین به مقام قاسم سلیمانی. یعنی خیلی راحت این دیگه مقدس شد. خب و اگه کسی هم حالا توهین هم نکردن، مثلا طرف گفته آقا مثلا شهید نشده و کشته شده یا به قتل رسیده، اینو گفته این توهین کرده. 4 نفر رو یعنی دیگه از این به بعد تو احکام بازداشت دیگه میبینیم یکی از اتهامات چیه؟ توهین به قاسم سلیمانی. اینجوریه، یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی ایران نظام ولایت فقیه یک کشور دیکتاتوریه، به همین خاطره، چیزی به اسم آزادی وجود نداره.
الان مثلا من نوعی آقا دوست ندارم بگم ایشون شهید شدن، چرا باید من مجبور بشم اینو بگم؟ اگر این دیکتاتوریت نیست چیه؟ شما جمهوری اسلامی که ادعا میکنی نمیدونم الگوت حکومت علیه، آیا علی رضی الله عنه با مخالفین خودش این کارو کرد؟ نذاشت اونا حرف بزنن؟ شمایی که ادعا میکنید میگید زینب بعد از شهادت حضرت حسین نمیدونم رفت به قصر یزید و مردم رو مورد خطابت قرار گرفت و حرف زد، آزادانه حرف زد، آزادانه حرف زد. آقا حکومت شما که از حکومت یزید هم بدتر شد. مردمی که نتونن بگن آقا ایشون شهید نشده و کشته شده. من یه نکته رو بازداشت میکنید، چه آزادی وجود داره؟ از نظر اهل سنت، از نظر اعتقادات اهل سنت، اعتقادات خود اهل سنت، اصلا واژه شهید نام گفتن برای یک شخص من. اون هم با اعتقادات آقای قاسم سلیمانی بسیار بعیده، بسیار سنگینه این قضیه. از طرف اطلاعات، از طرف سپاه هر منطقه برای علما، امامان جمعه، تمام کسانی که رسانه‌ای در دست دارن، حتی سلبریتی ها، خیلی هاشون کسانی که یه مقدار خبری کار میکنن، نامه با متن خودشون فرستاده شده و میگه این رو فقط شما اینجا زیرش امضا میکنید با انشاهای متفاوت. میام میخونی در خطبه نماز جمعه. یعنی قشنگ یه نفر نشسته، یک نویسنده برای این امام مثلا مسجد فلان، این یکی امام مسجد فلان، این یکی برای خبرگزاری بستان، این یکی برای خبرگزاری فلان. خودش همه رو نوشته با انشاهای متفاوت فرستاده واسه اینا. بالای اولی یک یه آیه قرآن نوشته، بالای دومی یه حدیث هست پیامبر نوشته، منتشر کرده برای همه اینا. و اینا وظیفه‌شون این کار انجام بدن. توی این فشار نمیشه آدم بفهمه کی داره حرف حق از جانب خودش رو میزنه، اون چیزی که به نظرش درسته میزنه، چه کسی مخالفه. قبل از اینکه تماس‌های دیگر بگیریم چند تا از پیام‌های شما رو توی اینستاگرام بخونم. نظر خودتون درباره قاسم سلیمانی کامنت کنید. دوستی گفت در موقع جان نوکرتم، خیلی متشکرم دوست عزیز، بزرگوارید شما. علکی آدم خوبی دارن جلوش میدن، یه قاتل برای کشتن مردم بیگناه، سردار کودک کش، قاتل ملت سوریه، آقای قاسم سلیمانی، آقای رضای بهشتی هم آنفالو کرده به خاطر اینکه ما پرسیدیم نظرتون درباره قاسم سلیمانی چیه، کامنت کنید، میگه آنفالو. خب این موحد اگه تو دستش برسی چیکار میکنه؟ کشه. خیلی راحت. واقعا امیدوارم که خدا هست و داره میبینه که دنیا رو از شر هر چیز ظالم آزاد کنه. شما اصلا فوش داده میخوری در مورد ایران حرف میزنی کلن، این اصلا یه جمهوری اسلامی شخصی ایشون. نظر میدی اصلا شهید سلیمانی در درجه است که تو بهشت تو بهشت رو هم ایشون متوجه شدن، در درجه تو بهشت که بزرگان شما تو جهنم در موردش حرف میزنن. نمیدونم بزرگان ما تو جهنم از کجا میدونن که قاسم سلیمانی تو چه درجه ای از بهشت. حالا ایشون خودشون کجا هستن که هم خبر از بهشت دارم خبر از جهنم دارم. حاکمن ایشون. بعید نیست شمایی که امام حسین به شهادت رسوندن در مورد سلیمانی بد بگید. منظورش اینه که ما امام حسین هم ما به شهادت رسوندیم. هیچ کس نمیدونه کی بهشت میره کی جهنم. دیگه بندگان خدا اهل سنت اومدن اینو توضیح بدن، نظر عقیدتی حالش کنن چه خیال باطلی میکنن. همین که به این راحتی داری صحبت میکنی و امنیت داری مدیون ایشون هستی. نه والا ما خارج از ایرانیم، اگر تو ایران بودیم با این امنیت نمیتونستیم این حرفا رو بزنیم. خبرنگار خبر آنلاین فقط به ایشون گفته که از واژه ترور استفاده کرده به جای شهادت، الان داخله تو زندانه. اگر امنیت داشتیم ما توی ایران صحبتمون رو میکردیم. همین که ما خارج از ایران داریم صحبتمون رو میکنیم یعنی اینکه تو ایران امنیت نداریم. کسی که از اول انقلاب تا الان مزه اطلاعی شما 92 نفر از علمای اهل سنت رو کشتن، همین رژیم، همین امثال ایشون. کسی که جون هزاران جوان افغان رو گرفت. بعد ادامه برنامه در مورد موضوع هم صحبت میکنیم، در مورد کاری که با افغان ها کرده. حق توهین ندارید. سردار به خاطر ناموس وطن جون خودش رو کف دستش گذاشت تا ما احساس ناامنی نکنیم. شما چطور انسانایی هستید که اینجوری حرف میزنید؟ گناه سردار همین بود که نگذاشت داعش به خانه شما حمله کنه، از خاک وطن ناموس مردم ایران دفاع کنه. آیا گناه کرده؟ یک سوال. از الان تا آخر برنامه، تا ابد وقت دارید. دیگه فوت کرده، خب ترور شده، یک
فرمانده داعش معروف، یه فرمانده معروف که بشناسن مردم، بشه سرچ کرد، نام ببرید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاخه قدسش کشته باشه. یه دونه ها، یه دونه. من به شما میگم کسایی که میتونید سرچ کنید، زرقاوی میتونید سرچ کنید، ابو عمر شیشانی میتونید سرچ کنید، ابو علی بغدادی میتونید سرچ کنید، خود ابوبکر بغدادی رو میتونید سرچ کنید. تمام اینا بزنید اساس فرمانداران داعش، یکی یکی لیست براتون میاد، تک تکش رو ببینید، یک دونه مردونه پیدا کنید، یک نفر که اسمش رو سرچ کرد بهش رسید که سپاه قدس کشته باشه، براتون در میاد دروغی که دارن میگن با این سرچ کردن، در میاد که داره دروغ بهتون گفته میشه. چند تا از کامنت ها، چند تا از تماس ها رو بگیر کار کسیم. بله آقای دوست عزیزمون آقای یاسین. آقای یاسین بفرمایید، در خدمت شما. وقتتون بخیر آقای معز. وقت شما هم بخیر، بفرمایید. اصخایی میکنم از تروریست صحبت کردی، صورتیه که برای اولین بار تمام افعالی نظام دیگه کشور دیگه هر دوم توسط کشور ثالث ترور میشه. کشور دوم که اتاق باشن مجلس پارلمان ملیش قانون میکنه که کشور ترور کننده یعنی آمریکا بعد از کشورش خارج، اما وزیر خارجه اون کشور دعای پومپو باشه میکنم خارج نمیشیم. مگه نکته رو بگم بهتون، اولین بار نیست تا بارها و بارها جمهوری اسلامی این کار رو کرده. جمهوری اسلامی اسرائیلی ها رو توی آرژانتین کشت، یعنی یک اسرائیلی که البته نمیدونم بگم کشورش چیه اسرائیلی، ولی خب غصب کرده بالاخره فلسطین رو، توی آرژانتین توسط جمهوری اسلامی کشته شد. این اولین بار نیست. من میتونم 10 تا دیگه هم براتون مثال بزنم. آن بفرمایید. ببینید مقام اسرائیلی ترامپ خودش به بحث رفت، شما یه مقام ایرانی رو بیارید تا هر چیزی رو به بحث رفت. دومن رئیس جمهور آمریکا میاد صدا کنه که ما میایم فرهنگ ایران اونباران. من یک نکته ای رو خدمت شما عرض کنم، کیفیت صداتونم خیلی بده متاسفانه. دادگاه میکونوس میدونید چیه؟ شنیدید اسمشو؟ شما توی صحبتی من نپرید. شما سوال پرسیدید، من باید جوابتون رو بدم. سوال پرسیدید، باید من جوابتون رو بدم. دارم صحبت میکنم. خب حالا گوش کنید. دادگاه میکونوس که میدونید چیه، فکر نکنم البته شنیده باشی، اگرم نشنیدی یه سرچی بزن. در اون دادگاه نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم شد، قانونا محکوم شد به ترور رهبران کرد. جمهوری اسلامی ایران نیروهاشو فرستاده بود، رهبران کرد رو ترور کرد، دکتر عبدالرحمن قاسملو، شرفکندی، اینا ترور شدن. جمهوری اسلامی ایران اینا رو ترور کرد. مگه ما کم داریم از علمای اهل سنت که در خارج از مرزهای ایران ترور شدن؟ همین رمضان گذشته کی بود ترور شد؟ دبیر کل جبهه اهل سنت ایران. کم داریم از علمای اهل سنت در خارج از ایران ترور شدن؟ مولای عبدالملک رو کی ترور کرد؟ یعنی پرونده شما خیلی سیاهه. و بعدم آمریکا افتخار میکنه، میگه آقا این تروریست بوده من کشتم، اما شما جرأت اینم ندارید، جرأت اینم ندارید که کاری رو که میکنید بگید ما این کار رو کردیم. بعد رو بگیریم. بله آقا یاسین بفرمایید، خواهش میکنم. آقا یاسین، آقای الیاس. آقای الیاس بفرمایید. با ادب و احترام خدمت شما و خسته نباشید دارم خدمت دستگاه و بکرم که وقت خودتون رو در بیارم. ببینید من خواستم یک نکته رو بگم که احساس میکنم که تو برنامه خیلی ازش در واقع غفلت شده. بله. و اون بحث، ببینید این بحث ترور هسته. من میخوام ببینم که اگر سردار سلیمانی ترور نشد باشه، ترور پس چیه؟ که شما توی کشور ثالث جایزدن باشه و یک فرد دیگه بیاد بدون اینکه مجوز از کنگره یا مثلا اون مراحل قانونی یا اون سیری که داره رو طی بکنه بیاد یه شخصی رو بکشه، بعد نه این که تازه جرأت این رو نداره که بیاد از کنگره یا اون در واقع مجوزهای اجرا رو بگیره، مسئول مصری میده. این جرأت نمیخواد که کشته. میدونید جرأت رو کی نداره؟ جرأت رو این نداره که یک هفته ادعا بکنید همه سربازان امریکایی در خطرن، اسرائیل رو میریم میگیریم به خاطر این،
همه پایگاه‌های نظامی امریکا توی خاورمیانه حواسشون جمع باشه. آقا از اطراف پایگاه‌های نظامی امریکا فاصله بگیرید. اون حسن نصرالله میگه که آقا یک روز شب خوش نمیتونید بخوابید با این وضعیت. ولی تا الان توف نکردن سمت اسرائیل. میدونی این بزرگترین ترسو بودنه. یعنی بزرگترین کاری که شما کردید بعد از این ترور میدونید چی بوده؟ اومدید از برجام خارج شدید. یعنی حتی جرأت نکردید. اگر اقتدار داشتید آقا میگفتید ما این سانتریفیوژا رو فعال میکنیم و به درجه چه میدونم بمب هسته‌ای میرسونیم که بدونیم بالای 20% تولید کنیم. جرأت اینم نداشتید. یعنی این کاری هم که کردید گفتید از برجام خارج میشیم و بعد قابل بازگشت هم هست. اگه مذاکره کنیم دوباره میشه اینا رو چیز کنیم. اینا فقط به خاطر دل مردم بوده و اتحادیه اروپا هم میدونه، امریکا هم میدونه و مجبورید به هر حال این مذاکره رو انجام بدید. 40 سال ادعا میکنید فقط و بعد یه نفر که اومده کشته قاسم سلیمانی رو. بابا هر جایی تو به قول آقای سجودی میگه آدم باید چقدر ذلیل بکنه خدا یک نفر رو بیان فرمانده خارجی تو رو، فرمانده برون مرزی تو رو بکشن با بمب و تکه های بدنش رو فقط وارد کشور خودت بکنن و تو همچنان فوش بدی، همچنان بیان میگیم هشتگ انتقام سخت، هشتگ انتقام سخت، هشتگ رهبر، هشتگ انتقام سخت. آقا مگه 40 سال نمیگید میخوایم بریم اسرائیل بگیریم؟ 100 هزار نفر مسلمان های سوری رو که کشتید، انقلاب مردمی سوریه را، عراق را هم که میخواید تلاش رو دارید میکنید که کنسلش بکنید، 150 نفر فقط تو هفته اول کشتید، حالا یه تیر زدید سمت اسرائیل، بعد به استکبار جهانی میگید ترسو، نمیدونم از کنگره انقدر ترسیده که از کنگره نرفته، کارشو انجام داده، اون کاری که فکر میکرده درسته رو انجام داده بدون اینکه از کنگره بپرسه. این به نظر شما خیلی غلطه؟ یا اینکه خدای نکرده توی ایران مثلا یک مثلا سپاه میخواد بره با سوریه بجنگه، میاد از پارلمان ایران از مجلس اجازه میگیره؟ اصلا همچون سیستمی وجود داره؟ تو کسی میدونه سپاه داره چیکار میکنه، کجا داره حمله میکنه، کی میخواد کجا حمله کنه، به کی میخواد ضربه بزنه، کیو میخواد بکشه؟ کسی فهمید که سپاه، اطلاعات سپاه چطور صفی‌زاده رو توی عراق کشت، دکتر صفی‌زاده توی افغانستان کشت، توی هرات؟ کسی فهمید این قضیه رو؟ هنوزم جرئت نکردید که با توجه به اینکه اطلاعات افغانستان میگه کار اطلاعات سپاه بوده، بگید کار ما بوده. نفر بعدی رو میگیریم. تماس رو بگیریم. بگیر خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید دوست عزیزمون، صدای تلویزیون رو کامل ببندید. من تماما واتساپ رو میخوام تا تماسشون وصل میشه. دوست دیگه گفتن که نظر منو میخواید برید اسناد شهروندی امریکای مال زینب سلیمانی دختر 28 ساله قاسم سلیمانی رو بررسی کنید تا حساب دستتون بیاد چه خبره. این رو ماهد، این قضیه که زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی تابعیت امریکا داره، اینو صفحه پیج صفحه آخر صدای امریکا این رو آورده. خب ما نمیتونیم تایید کنیم، چیز بعیدی نیست. البته خیلی از به هر حال دختران و پسران رهبران جمهوری اسلامی ایران مرگ بر آمریکاشون برای مردمه، ولا عشق و حالش برای خودشونه و اکثرا هم تابعیت کشورهای امریکایی و اروپایی رو دارن، اینو مطمئنین. اما در مورد زینب سلیمانی ما نمیتونیم تایید کنیم، ولی این مطلب رو پیج صفحه آخر صدای آمریکا آورده. میتونید ببینیم اگر تصویر آره این صفحه پیج صفحه صدای اینم عکسش. بله، ولی من خودم حقیقتا مدرک رو ندیدم که بتونم تایید کنم یا تایید نکنم، اما این جاییه که آورده. خیلی متشکرم اتاق فرمان. خب. تماس بعدی رو بگیر کاکست. تماس بعدی رو بگیریم. بفرمایید دوست عزیزمون. صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید، فقط از طریق گوشی با هم باشید. دوست عزیزمون، خب پس من برم ادامه پیام رو بخونم تا تماس بعدی رو وصل میکنیم. دوست دیگه آقای فرزین گفتن که این دنیا بدی میتونه بمیره ولی قهرمان هم بشه، این دنیا با بدی میتونه بمیره ولی قهرمان هم بشه. از دل جان خوشحال شدم رژیم ظالم آخوندی نابود باد.
سردار کودک‌کش محبوب دیگه‌ای ندیده بودم. لعنت الله بر ترامپ و کسانی که امت اسلام را از هم جدا می‌کنن به واسطه اختلافات با ته دو نقطه است. برادر عزیزم، من اهل سنتم و دل خوش از حکومت ایران ندارم، اما جواب این گستاخی ترامپ و هر کسی دیگه‌ای که مال و جان خودمون میدونیم ان شاءالله، منتظر یک درگیری سخت باشید. عربستان خبیث نوکر آمریکا و اسرائیل. اسرائیل هم با همزه می نویسن. گرچه اسرائیل وجود خارج نداره، اون رژیم صهیونیستیه در واقع. نفر بعدی رو بگیریم. بفرمایید دوست عزیزمون. از واتساپ رو تماس واتساپ. سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید. من می‌خواستم در مورد کشته شدن سلمانی بگم که شبی که اون واقعا ساعت 4:30 بود که همچی خبری دادن، به نظرم نمیدونم اون اولین نفری بودم که واقعا از خواب پریدم و اون لحظه دیدم، واقعا خیلی هم خوشحال شدم. بله. و اینکه فقط خواستم مطمئن بشم واقعا کشته شده کشته نشده. شبکه های ایران رو نگاه میکردم، شبکه خبر ایران رو نگاه میکردم، مطمئن نبودم، اونا خبر رو نمیدادن. تا اینکه وقت نماز شد رفتم نماز رو برگشتم، از کارم نخوندم، سریع برگشتم، خواستم مطمئن بشم که واقعا کشته شده یا کشته نشده. که بعد اینکه واقعا خبر ایران هم خدا رو شکر خبر داد که بله کشته شده و خدا رو شکر یک جنایتکار خیلی بزرگ و خدا رو شکر کشتن. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدیم و از اینکه شما هم پخش چیز داری پخش میکنید واقعا خیلی خوشحال. خواهش میکنم دوست عزیزمون. بر حال ممنون از تماستون. هر انسان موحد و یکتاپرست و آزاده ای از کشته شدن این جنایتکار خوشحال میشه. شما عکس ها و تصاویر و ویدیوهایی رو که مردم سوریه ببینید چه جنایت هایی در سوریه این قاسم سلیمانی نکرد، با بمب شیمیایی زن و بچه مردم رو چه کار که نکرد، چقدر انسان های بیگناه رو که نکشت، بیش از 500,000 فقط غیر نظامی کشته، شوخی نیست. چقدر از مادران داغ دیده شدن، چقدر از الان از جوانان بر حال در زندان های همین نظام بشار اسد هستن. چرا؟ به خاطر حمایت این انسان جانی، این انسان خطرناک. این ویدیو رو ببینید، صداشو براتون پخش میکنم، صدای منم باز بذارید که دوبله کنم براتون. این شیرینی به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی و ان شاء الله الله يلحق الحب البدلو وهذا احلى خبر كان في بدايه 2020 خبری که میتونستیم ابتدای 2020 داشته باشیم ان شاء الله و الله يفرج على السوريين. خدا میدونه که همه سوریه خوشحال هستن از این قضیه. قمنا في توزيع الحلوى على المسلمين بهذا الخبر المفرح بين پخش کردیم به خاطر این خبر. ان شاء الله ابي الحسن زميره وبشار الاسد ان شاء الله نوبت بشار الاسد باشه. سمعنا هذا الخبر على الاساس قمنا بتوزيع الحلوى ونحن دائما سباقين في هذا الامر ونحن بنريد من كل الشمال السوري يقوموا بهذه العمليه. مردم شمال سوریه اینا از شمال سوریه هستن، این کار رو انجام بدید. میگه خنزیر یعنی خوک، میگه این به مناسبت قتل خنزیر سلیمانی. ایران مردم هایی هستن، در واقع اینها برون مرزی ایرانن، همون محدوده ای که کار قاسم سلیمانی بوده، دقیقا این همون مردمی هستن که تحت فشار تو فکر کن یک انسان ده. چقدر یعنی منفور باشه که به خاطر کشته شدنش شیرینی پخش کنن. آخه ما در زمان پیامبر من نمیدونم، من ندیدم به خاطر نمیدونم ابو جهل یا ابو لهب بیان شیرینی پخش کنن یا حتی طغات دیگه ای که کشته شدن، ولی این انقدر خبیث بوده. حتی تو ایران آقا یه سری ویدیو از مردم میرقصن، از خوشحالی میرقصن، یعنی کار به جای رسیده، مردم میان شیرینی دستشون رو میگیرن تو خیابون ها پخش میکنن و میگن علنی این به خاطر به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانیه. حالا یک نکته ای هم بر حال در موردش حرف میزنیم بعد از این تماسا. خب مردم ریختن تو خیابون ها برای تشییع و فلان، اینا جریان این چیه؟ اینم بهتون میگیم. تماسا رو بگیریم. آقا محمد رو بگیر. بفرمایید آقا محمد. الو. بفرمایید آقا محمد. من یه نکته بگم، انگار که آقای واحد مرسوم هست که یک عرفتی یک عده آخونده در باری داشته باشه. من همون روزی که این اتفاق افتاد و ما خوشحال بودیم
نکن لحجه کسی رو مسخره نکن آقای بیادب. عرب های اهواز این رو عین نمیگن. این چه بی احترامی شما ولایی ها میکنه به لحجه. حالا فکر میکنه ما نمیدونیم چیه شمارش رو نمیدونیم. اتاق فرهاد میگه جالبش اینه که با من فارسی درست حسابی صحبت میکنه بدون لحجه. حتی اونقدر نفهمید که الف رو عرب های خوزستان که عین نمیگن شما دارید توهین میکنید به عرب های خوزستان. یکی زنگ میزنه ادای ترک ها رو در میاره، یکی زنگ میزنه ادای کرد ها رو در میاره، یکی زنگ میزنه ادای عرب ها رو در میاره. یادتون دادن این آخوندا لاقل پول میگیری از وزارت اطلاعات لهجات رو خوب بتونه ادا بکنه، لاقل بی احترامی به اون لهجه نشه، بعد اینقدر تابلو ما نفهمیم. آقای صابر بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون. وقت علیکم سلام، بفرمایید، خواهش میکنم. اتاقی میکنم یه سر فاصله کنم، یه مثلا اتاق عادتون رو بیشتر کنید، چون پشتی هستید یه موقع یه چیزی به که خلاف واقع باشه خب این خوب نیست. ببینید ایران زمانی که یه عرض خدمت شما سربازی معمولی که شهید محسنی حججی بود توسطی داعش کشته شد، ایران برای انتقام دستاتی داعش رو از منطقه جمع. الان شما هم شاهد خواهید بود که به خاطری سردار سلیمانی بعد از آمریکا رو از آمریکا رو جمع میکنه، اسرائیل رو جمع میکنه، این ادعا رو بکنید. خب اما مورد اول، پس به خاطر یک حججی بسات داعش رو از منطقه جمع کرد. یک فرمانده داعش از فرمانده های اصلی داعش رو که بساتش رو شما جمع کردید، بگید که امریکا یا عراق یا ارتش آزاد سوریه نکشته باشن، یعنی به قول شما حزب الله کشته باشه، سپاه پاسداران کشته باشه، بشار کشته باشه، یک دونه فقط. من اینست که میگم که شما اطلاعات، آقا شما اطلاعات من بده نپیچون، شما اسم یک نفر بگو. من اطلاعات الان خدمتتون میدم، بفرمایید. شما موشک بارونی سوریه که توسط ایران یک آقا نفر موشک... ادعا رو ول کن دیگه، موشک ها تو کرمانشاه افتاد پایین. ببینید چی دارم بهت میگم، اسم یک نفر از فرمانده های داعش معروفن دیگه، لیست فرمانده هاشو مشخصه، بگید که شما کشته باشید، بشار اسد کشته باشه، حزب الله کشته باشه، سپاه قدس کشته باشه، زینبیون کشته باشه، اصلا هشت و شعبی کشته باشه، اسم یک نفر فقط. مگه نمیگید من لیست کل فرماندهان گروه تروریستی داعش رو براتون میارم، خب لیست کلش رو براتون میارم و یکی یکی هم بهتون میگم کیا کشتنشون. خب شما یک دونه شون رو بگید که شما کشته باشید، یک دونه شون. بفرمایید. شما خیلی زرنگی، فرماندهانی داعش رو بگید، بگید خودتون. لیست فرماندهان داعش تو ویکی‌پدیا موجوده، بفرمایید اسم یک نفرشون رو بگید که شما کشتید. مگه نمیگید ما عزلشون کردیم؟ بفرمایید اسم یک نفر رو بگید. شما وقتی مجریه یه شبکه دو نفر کشتید. دوست من کم آوردی میتونی بوق بزنی اما نمیتونی منو بپیچونی، چون من موقعی که شما به دایناسور میگفتید دایناسور کارم بوده. ببین اسم یکی از فرمانده های داعش رو میتونی بگی که شما که مثلا داعش رو شما برداشتی، یکیشون رو میتونی بگی که خودتون کشته باشید، به قول خودتون این جریان مقاومت کشته باشه، یکی مرد باش بگو. بفرما اتاق فرمان چی شد؟ قطع کردید؟ من به شما میگم فرماندهان داعش رو براتون میارم. این ابو عمر الشیشانی یکی از اصلی ترین هاست، وزیر جنگ داعشه. ابو عمر الشیشانی چی شده؟ کجا کشته شده؟ این در عراق. این چطوری کشته شده؟ بیا توسط ارتش بین المللی، ائتلاف بین المللی به حمایت امریکا یا به رهبری امریکا. این از اولی.
دومی میخواید براتون ابوبکر بغدادی رو بیارم مثلا؟ واحد اینا رو ول کنیم که مشخصه، یعنی فکر نکنم نیازی هیچ کسی بفهمه این قضیه رو. من میخوام یک شبهه ای رو جواب بدیم واحد. فقط این نکته رو بگم به صورت کلی، تمام لیستاشون میتونید برید توی ویکی‌پدیا خودتون تمام لیست ها رو ببینید. چون این سوال زیاد میپرسم، میتونید تمام لیست این اشخاص رو ببینید که همشون مال داعش هم تو سایت ویکی‌پدیا هم هست، اگر تو ایران هنوز فیلترش نکردن میتونید برید ببینید. اینها تمامشون یا ارتش آزاد سوریه کشتن، اهل سنت سوریه، یا ائتلاف بین المللی کشتن، و بعضیشون هم با ارتش دولتی عراق و با حمایت هوایی باز امریکا اینا کشته شدن تمامشون. این ادعا رو فقط با یک سوال نابود کنید وقتی اینا همچون ادعای زشتی کردن که ما تونستیم داعش رو نابود کنیم، فقط یک بگید، یک نفرشونو بگید شما کشتید آخه نامرد، تا یک جنگ درست حسابی خودتون با داعش رو بگید. اینا نه رویارویی با هم داشتن، نه داعش از اینا کشته، نه اینا از داعش کشتن، هر تا از همدیگه استفاده تبلیغاتی کردن. امریکا زده اینا رهبر اینا رو کشته، رهبر اونا رو هم کشته، اینا پوز کشتن اینا رو میدن، اینا پوز کشتن اونا رو میدن. پر پیدا کن پروتکل فروش رو. یک شبهه‌ای که الان مطرح میشه، میگن در تشییع جنازه برحال قاسم سلیمانی مردم زیادی مشارکت کردن و اگر ایشون آدم بدی بود چرا این همه مردم مشارکت میکنن. خب وقتی در ظاهر اینو نگاه میکنی، مثل همه شبهات و دروغهایی که نظام جمهوری اسلامی ایران و فکر رافضیگری مطرح میکنن سرابه، یعنی از دور میبینی میگی آه عجب شبهه، عجب مشکلی، وقتی میری نزدیک میبینی نه اصلا هیچی نیست، اساس نداره. اگر تشییع جنازه بزرگ نشانه اینه که این آدم خوب بوده، برید رهبران کمونیست شوروی تشییع جنازه‌هاشون رو نگاه کنید، برید تشییع جنازه استالین رو نگاه کنید، برید تشییع جنازه فرماندهان نازی رو نگاه کنید، ویدیوهاش هست، عکساش هم هست، خودتون خیلی راحت میتونید سرچ کنید. ما اگه بتونیم یه چند تا از این ویدیوها رو ببینیم خیلی راحت، یعنی مال نازی‌ها، یعنی باور کن در اون زمان این همه مردم اومدن عجیب و غریبه. پس این نشد چون مردم زیادی اومدن این آدم خوبی بوده، نه، همیشه حکومت ها میتونن مردم رو فریب بدن، رسانه دارن، قدرت دارن، زور دارن، همه چی دارن، مردم رو اخفال میکنن. الان هم اینایی که زنگ میزنن همین، این تصاویر رو ببینیم، این تصاویر رو ببینید، اینا تازه پهپاد هم نداشتن اون موقع برن از بالا تصویر برداری کنن، هلیکوپتر نداشتن بتونن از بالا تصویر برداری کنن. اینا رو فقط تونسته ببینید، این تعداد ببینید، ببین شما تونستید اینقدر آدم جمع کنید. اگر هیتلر برحق بوده، شما هم اگر آدم تونستید با ساندیس جمع بکنید برحقید. خب این یک شبهه ای که به هر حال مطرح میکنن، چون وقت کمه. شبهه دیگه هم که مطرح میکنن، میگن قاسم سلیمانی رو چون امریکا کشته حتما آدم خوبی بوده، آدم مثبتی بوده و ضد امریکا بوده و فلان اینا. خب اگه این درست باشه، ابوبکر بغدادی هم خب امریکا کشت، اسامه بن لادن هم امریکا کشت، ابو مصعب زرخایی هم امریکا کشت، خب اگه این خوب باشه باید اینا هم خوب باشن دیگه. تمام رهبران داعش موارد همش طبق قیاس شما، طبق مطلبی که شما میگید، شما میگید چون امریکا کشته حتما آدم خوب بوده، پس ابوبکر بغدادی هم آدم خوب بود دیگه، ابو مصعب زرخایی هم آدم خوب بود چون امریکا کشتش، فرماندهان القاعده و طالبان تو افغانستان دارن کشته میشن روزانه، اونا هم آدمای خوبی هن چون امریکا داره با پهباد اینا رو میزنه. پس این نشد دلیل، مردم رو نمیتونید فریب بدید. به خدا مردم ایران از ته دل خوشحالن، از ته دل خوشحالن، این همه ویدیو مردم دارن شیرینی پخش میکنن، میرقصن. چرا؟ چون یک جنایتکار، یک جانی کشته شده. من نکته رو بگم، این یک باز توی شبهاتی که ایجاد میکنن اینه که ما به خاطر اقداماتی که توی سوریه اتفاق افتاده میگیم آقا چرا اینقدر اینا قتل کردن توی سوریه. بابا نیم میلیون نفر خیلیه، خیلیه نیم میلیون نفر. خب یعنی چرا تو تاریخ جهان اسلام اگر بخوایم نگاه کنیم میتونیم بگیم اینا بالاهاش هستن، کمونیستا کشتن، آتئیست ها کشتن، اما توی جهان اسلام بخوایم نگاه کنیم واقعا اینا بالاهاش هستن. شما فقط یک سوال در ذهنتون باشه، اگر ایران که هم مرز سوریه نیست برای اینکه بخواد مثلا مقابله بکنه با داعش که شما رو بخوان باش گول بزنن وارد سوریه شده،
این همه کشورهای هممرز سوریه چطور کنترل کردن که داعش وارد سرزمین‌های اونا نشده؟ ترکیه چطور کنترل کرده؟ کشورهای دیگه چطور کنترل کردن قضیه داعش رو؟ مگه مرز مشترک داریم ما با سوریه؟ پس این چیزایی که من و کاکسن داریم به شما میگیم برای اینکه واکسینه بشین نسبت به شبهات چیپ نخنمایی که گاهن برای اولین بار باهاش مواجه میشیم، میگه یه حرف حق داره میزنه. اگر اینا توی داعش توی عراق نبودن، توی سوریه نبودن، وارد ایران میشد داعش. چرا وارد ایران بشه؟ چرا کشورهای دیگه وارد نشده؟ ما باید بریم سوریهای بدون پناه، بدون سلاح رو بکشیم به خاطر اینکه داعش وارد سرزمین ما نشه، بعد داعشی‌ها رو هم نکشیم؟ آقا چرا نکشتی رهبرای داعش رو؟ مگه شما دشمنش نیستی؟ چرا تا حالا نکشتی؟ چرا شیشانی رو تو نکشتی؟ چرا زرقاوی رو تو نکشتی؟ چرا بغدادی رو تو نکشتی؟ چرا اون جان نمیدونم فلان رو تو نکشتی؟ آقا میگن ما به خاطر داعش رو نمیدونم ریشه‌کن کردیم، چیکار کردیم؟ به خاطر اینکه این حجاجی رو، یک نفر عکسش توی تصویر هست، عکسش توی اون تصویری که معروفه به حجاجی، عکس یک دو نفر هست دیگه، چرا همونا رو شما نکشتی داخل؟ آقا میگفتی فلانی فلانی مثل ارتش مثلا امریکا، فلانی میام مثلا پیداش میکنیم میکشیمش هر جا هست که تلافی حجاجی رو بگیریم. ماهد آره یکی از دو تا پیام میخونم فقط خیلی کوتاه، یکی از دوستان اعتراض داشتن به ماهد، میگن این سوالی که پرسیدی خیلی سخته، لطفا سوالو آسان‌تر بپرس. یک فرمانده پیدا کنید، یه رئیس گردان، یک نفری که اسمشو میشه تو اینترنت سرچ کرد. مثلا دفعه قبلی یه نفر زنگ زد تو برنامه، نمیدونم گفت ابو فلان، نمیدونم چی ابو چیز فلان، یه چرت اسم علکی گفت که مثلا بگه یه نفریه که سپاه قدس کشته. اسم یک نفر رو بگید که بشه اسم یک نفر یک سرباز، آقا خوبه یک سرباز داعشی رو بگید که بشه اسمشو پیدا کرد که فهم شما راست میگی. پیام آخرمونم دوست عزیزی، من خیلی مختصر میگم، پیامشون در مورد اینه که یه خبری 4 ماه قبل پخش شد در مورد اینکه قاسم سلیمانی باید حذف بشه و به هر حال این قضیه هم مطرح میکنن که خود نظام جمهوری اسلامی ایران قاسم سلیمانی رو حذف کرده بنابر حالا سیاست هایی که داره. این قضیه هم باز مطرحه، ولی خب ما نمیتونیم این مسائل رو تأیید یا رد بکنیم، ولی خب این حرف و حدیثا هست. حالا در روزهای آینده و هفته های آینده ببینیم بازی و این جریان به کدام سو ختم میشه، به امید اینکه هر اتفاقی میفته به نفع امت اسلامی باشه. هر کاری که میکنید این حافظه تاریخیتون رو نگه دارید، ببینید که اینا میگن ما به خاطر این قضیه اسرائیل رو نابود میکنیم، همه امریکا رو از اینجا میبریم، نمیدونم فلان میکنیم، بسا میکنیم. ببینید چی کار میکنن، محض رضای خدا برای اینکه دفعه بعدی نتونن مردم رو گول بزنن، این بار قشنگ نگاه کنید، بگید آقا هشتگ انتقام سخت دیگه، ببینید چی کار میکنید شما. یه انتقام سخت لطفا از این امریکا و از اسرائیل بگیرید، حداقل مدلمون خنک بشه. شما برای امت محمد یه تیری زدید سمت یه کافری، حتما اهل سنت رو نکشتید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. چه مسلمونیه که خون انسانا رو حلال رابط نامشروع سببش خود خونا داره؟ نه به نظر من ما اسلام و کلا درست دین برای روی منبر نیست، حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردنه. علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ما.